که توسط نیروهای انقلابی و دموکراتیک و در رأس آنها سازمان مجاهدین خلق هدایت می شدند و حاضر به تن دادن به حاکمیت دیکتاتوری زیر پرده دین نبودند. از این رو برخلاف رژیم شاه، رژیم خمینی نمی توانست به عنوان ابزار اصلی اعمال دیکتاتوریش بر یک ارگان پلیسی تکیه کند. چرا رژیم خمینی از ابتدای روی کار اومدنش پایه‌های حفظ رژیم خودش رو روی یک ارگان نظامی سوار کرد؟ و چرا برخلاف رژیم شاه مقدمتاً اولویت خودش رو به ایجاد یک دستگاه پلیسی مثل ساواک یا همین وزارت بدنام اطلاعات آخوندی نداد؟ اجازه بدین که برای جواب به این سوالات بریم سراغ مهمون برنامه‌مون آقای نیک‌نامی. آقای نیک‌نامی، می‌خواستم ببینم که جواب شما با این سوالات ما چی هست؟ با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی. در پاسخ به این سوالتون اجازه بدین تا اول به دو عامل مهم اشاره کنم. یکی وضعیت اجتماعی ایران در شرایط بعد از انقلاب ضد سلطنتی و شرایط بعد از سقوط دیکتاتوری شاه، و یکی هم حاکمیت رژیم خمینی. بعد از سقوط رژیم شاه و بعد از سرنگون شدن اون دیکتاتوری، یک نیروی گسترده اجتماعی با پتانسیل‌های خیلی بالا آزاد شد. نیرویی که خواهان استمرار اون انقلاب تا تحقق اهدافی که مردم از اون انقلاب انتظار داشتن، از جمله آزادی‌های سیاسی، رشد و شکوفایی اقتصادی، عدالت اجتماعی و الی آخر بود. این نیروی گسترده اجتماعی اون نسل انقلاب که از انقلاب برآمده بود، با پتانسیل خیلی بالا به سادگی تن به حاکمیت ارتجای خمینی نمی‌داد. و در مقابل این نیرو، حاکمیتی که بعد از شاه سر کار اومده بود، یک حاکمیت ارتجاعی که اصلا مربوط به این قرن و این زمان و این شرایط از جامعه ایران نبود. اینکه چرا به حاکمیت رسید، خب دلایل خاص خودشو داره که اینجا مجال بحث نیست. ولی این حاکمیت فاشیستی از اونجایی که نمیخواست و نمیتونست به مطالبات مردم ایران پاسخ بده، در واقع برای تحمیل حاکمیت خودش بایستی که این نسل انقلاب و این انرژی گسترده و وسیع آزاد شده بعد از انقلاب ضد سلطنتی رو سرکوب کنه، به بند کشه تا بتونه حاکمیت فاشیستی رو ادامه بده، بتونه به اصطلاح تثبیت کنه. گستردگی اون نیروی اجتماعی بعد از انقلاب ضد سلطنتی اصلا ایجاب نمی کرد که با روش‌های پلیسی مثلا مثل زمان شاه که یه حکومت تثبیت شده بود، خب میتونست با اون روش‌ها مسئله خودشو حل کنه. ولی اینجا یک نیروی وسیع اجتماعی که هرگز حاکمیت ارتجای آخونده رو نپذیرفت و تن به این حاکمیت نداد. خب از اون طرف رژیم آخوندی برای اینکه بتونه حاکمیت خودشو ادامه بده، با روش‌های فاشیستی باید سرکوب می‌کرد. یک سرکوب اوریان، باید این نسل رو نسل‌کشی می‌کرد، باید با کشت و کشتار علنی و اوریان در واقع یا می‌کش و از بین می‌برد یا قف می‌کرد و در انقلاب نگه می‌داشت تا بتونه حاکمیت خودشو حفظ کنه. به همین خاطر نیاز به یک ابزار نظامی سرکوب داشت، یک ابزار نظامی که بتونه تو خیابون‌ها تظاهرات مردم رو به رگبار ببنده، بتونه علاوه بر جنایت‌ها و شکنجه‌ها و اعدام‌هایی که در زندان‌ها و سیاه‌چال‌ها انجام میده، تو خیابون‌ها در انظار عموم شکنجه کنه، کاری که این روزا داریم می‌بینیم، بتونه در خیابون‌ها جرس‌خال‌های دار و تناب‌های دار رو برپا کنه و بتونه به شکل اوریان و گسترده‌ای مردم رو سرکوب کنه تا اون نسل را که حاضر نبود حاکمیت خمینی رو بپذیره بتونه سرکوب کنه و بتونه این حاکمیت حفظ کنه. شما اگر دقت کنین طی 27 سال گذشته هیچگاه مردم ایران حاکمیت رو نپذیرفتن، بلکه این حاکمیت با سرکوب، با ایجاد رعب و وحشت، با کشت و کشتار علنی، با یک سرکوب اوریان فاشیستی حاکمیت خودش رو تحمیل کرد به مردم ایران. و سپاه پاسداران ابزار این سرکوب بود. از همون روز اولی که این سپاه تشکیل شد برای سرکوب مردم ایران، اگه یادتون باشه و خاطرتون باشه، در روزهای اول سرکوب مردم کردستان و سایر استانهای ایران، سرکوب جوانان ایران، کارگران ایران و تمام اقشار اجتماعی ایران تا بتونه این حاکمیت رو حفظ کنه. در واقع سپاه پاسداران شد اصلی ترین ابزار حفظ حاکمیت رژیم، چه در سرکوب داخلی در ایران، چه در ایجاد بحران و جنگ افروزی و عملیات تروریستی در خارج از ایران و در منطقه خاورمیانه. آقای قدیری، چرا رژیم خمینی دنبال ایجاد یک ارگان نظامی جدید رفت؟ مگه همون ارتشی که از شاه بهش به اسم رسیده بود پاسخی نیازش نبود؟ بله، خیلی سوال خوبی هست، به خصوص که خب ایجاد یک ارگان
سرکوبگر نظامی جدید به تبع هزینه ها و تضادها و مشکلات فوق العاده زیادی هم به همراه داشت. ولی خب واقعیت این است که ارتشی که در زمان شاه بود، چه به دلیل ساخت و بافت چه به دلیل ماهیتش، این به درد رژیم خمینی نمیخورد. حتی در زمان شاه هم، دیکتاتوری شاه هم، این ارتش به عنوان یک ابزار برای سرکوب داخلی برایش کارایی نداشت. به محض اینکه در سال 56 و در سال 57 ارتش رو به عنوان ابزار سرکوب اجتماعی به کار گرفت، شکاف‌های داخل ارتش باز شد که خب خودش یه موضوع قابل بحثی است در پروسه انقلاب سال 57 که شکاف‌های داخلیش چی بود، نقش موافران چی بود و الی آخر. به همین خاطر در زمان خمینی ارتش نه به لحاظ سرکوب داخلی و نه سایر اهدافی که این رژیم داشت، ارتش مسئله‌اش رو حل نمی‌کرد. رژیم خمینی یک ارگان سرکوبگری می‌خواست که این چه به لحاظ ماهیت، چه به لحاظ ساخت و بافتی که اونو تشکیل میده، اقشار اجتماعی که اونو تشکیل میدن، این می‌بایستی که اون اهداف مد نظر ولایت فقیه رو تضمین می‌کرد. به عبارتی بیشکاف باشه. بله. که بتونه اونو بیشکاف به صدا ارگانیزه بکنه. مثلا فرض بکنید باید اینها از پایین ترین اقشار اجتماعی باید باشن، وابسته ترین عناصر و اقشار به ولی فقیه بایستی باشن تا بتونه اینها رو متناسب با اهداف مد نظر خودش سازمان بده. حالا اهدافش چی هست؟ هم سرکوب داخلی هست، هم صدور بنیادگرایی و تروریسم. به طبع ارتشی که از زمان شاه برایش باقی مونده، این هیچ ارزشی از لاویه صدور تروریسم نداره، چون اصلا نوع تفکرشون رو نیست. پس میبایستی عناصری با این مدل از تفکر، با این مدل از وابستگی ذهنی و فکری و ایدئولوژیک و منافع طبقاتی و به اصطلاح با ولی فقیه باشه که بتونه یک چنین ماموریت‌هایی رو به اصطلاح روش سوار بکنه. به همین دلیل علی‌رغم همه مشکلات و مسائلی که برای ایجاد یه همچین ارگانی وجود داره، از همون روز اول خیز برداشت که چنین ارگان سرکوبگری رو ایجاد بکنه و این کارم کرد. و به این ترتیب مجموعه ابزار و اندام‌ها یا ارگان‌هایی رو که به تدریج به خصوص بعد از انقلاب سال 50 و حتی به صورت خودرو ایجاد شده بودن، مثلا فرض کنیم کمیته ها، مثل ارگان‌های متفرقه‌ای که ایجاد شده بودن، اینا رو همه رو از زاویه سرکوب داخلی و به همین ترتیب که اشاره کردم سایر اهدافی که داشت نهادینه کرد توی این ارگان سرکوبگری به اسم سپاه پاسداران. در اسفند 57 برخی از عناصر رژیم که تجربیاتی از درگیری‌ها و جنگ‌های جنوب لبنان داشتند، از طرف خمینی مأمور شدند یک تشکیلات نظامی راه بیندازند که این تشکیلات بعداً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نامگذاری شد. در اردیبهشت سال 58 حکم رسمی تشکیل سپاه توسط شورای انقلاب صادر شد. در جریان جنگ ایران و عراق سپاه پاسداران به یک ارگان کامل نظامی تبدیل گردید. خب آقای نیک‌نامی، سپاه پاسداران از چه بخشایی تشکیل شده و اون بخش‌هاش چه نقشی در سیاست صدور تروریسم و سرکوب رژیم ایفا می‌کنند؟ سپاه پاسداران در حال حاضر از 5 نیروی اصلی و تعداد ارگان‌های وابسته تشکیل شده. 5 نیروی اصلی عبارتند از نیروی زمینی، نیروی هوایی، دریایی، نیروی بسیج و نیرویی که تحت عنوان سپاه قدس معروف است. این 5 نیروی اصلی سپاه هستند، ولی علاوه بر این ارگان‌های مختلف وابسته به این نیرو هستند، ارگان‌های مختلف سرکوب، از جمله پدافند هوایی که مأموریت پدافند از سایت‌های اتمی و سایت‌های حیاتی کشوری و لشکری رژیم را به عهده دارد، تحت عنوان پدافند هوایی خاتم و قرارگاه خاتم و الی آخر. ارشاد به حضور شما که صنایع نظامی که در خدمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی به نفع سپاه است، از جمله
مشتبه مشتبه